به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. موتر طالبان یک مرد را زیر گرفت. منابع در تخار میگویند یک موتر نو رونکس طالبان یک مرد را در این ولایت زیر گرفته و وی جان باخته است. منابع روز جمعه سی سنبوله بر روزنامه 8 صبح تایید کردند که این رویداد در منطقه پل گاو مالی از مربوطات شهر طالقان مرکز تخار رخ داده است. این موتر مربوط به یک دادستان طالبان در ولسوالی فرخار می شود. فرد قربانی شاه محمود نام داشت و پس از انتقال به شفاخانه ولایتی قندوز جان باخته است. طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. وقوع انفجار در یک موتر رنجر طالبان از این گروه چندین قربانی گرفت. منابع محلی در تخار می گویند در پی وقوع انفجار در یک موتر رنجر طالبان 4 جنگجو این گروه جان باختند. این انفجار حوالی ساعت 7 جمعه شب سی سنبوله در چهارراهی مرکزی شهر طالقان مرکز این ولایت رخ داده است. در این رویداد 4 فرد ملکی دیگر نیز زخمی شدند. بر بنیاد اطلاعات منابع، انفجار ناشی از ماین کنار جاده‌ای بود که یک رنجر فرماندهی امنیتی طالبان در این ولایت را هدف قرار داده است. منابع خاطر نشان کرده که زخمیان این انفجار یک مرد کهنسال و 3 پسر جوان بوده که به شفاخانه منتقل شدند. منابع تایید می کنند که در نتیجه این رویداد رنجر طالبان به گونه کامل تخریب شده و به شماری از دکانهای اطراف آن نیز آسیب رسیده است. طالبان محلی در تخار تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. تا کنون فرد یا گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. از سوی هم منابع در تخار می گویند که طالبان برای شناسایی اختطافچیان در پیوند به قتل یک جوان و اختطاف کودک 10 ساله تلاشی خانه به خانه را آغاز کردند. منابع محلی روز جمعه به روزنامه 8 صبح گفتند که جنگجویان استخبارات طالبان تلاشی خانه به خانه را در شهر طالقان مرکز تخار آغاز کرده و به دنبال اختطافچیان هستند. تا کنون بخشای از ناحیه اول، ناحیه دوم، گذر عزیز خان، زرگری پل شهروان، چهارراهی شهدا، یونس آباد و سر پل کلان در مربوطات شهر طالقان بررسی شدند. منابع افزودند که جنگجویان استخبارات طالبان این تلاشی را با همکاری جنگجویان فرماندهی امنیت این گروه آغاز کردند. مقام‌های محلی طالبان در تخار تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. از سوی هم از تخار خبر می‌رسد که طالبان به گونه مرموز 6 تن را در این ولایت تیرباران کردند. منابع بر روزنامه 8 صبح تایید می‌کنند که طالبان اجساد این افراد را روز جمعه 3 سنباله در قیوم بازار در مرکز ولسوالی بهارک تخار برای چند ساعت در کنار سرک عمومی ولسوالی‌های ماورای کوکچه این ولایت به نمایش گذاشتند. طالبان و باشندگان محل اجازه نزدیک شدن به اجساد را نداده و هنوز درباره هویت این 6 تن نیست جزئیات در دست نیست. با این حال مشخص نیست طالبان این افراد را به کدام دلیل تیرباران کردند. مقام‌های طالبان در تخار تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. اما اطلاعات روز این گونه گزارش کرده است. منابع در تخار از تیرباران شدن 6 نفر توسط طالبان در منطقه قیوم آباد ولسوالی بهارک خبر دادند. چند منبع در گفتگو با روزنامه اطلاعات روز گفتند که این افراد 5 شنبه شب در یک خانه مسکونی به اتهام دزدی تیرباران شدند. به گفته منابع طالبان اجساد این 6 نفر را در بازار ولسوالی بهارک به نمایش گذاشتند. تا هنوز درباره هویت این 6 نفر اطلاعات در دست نیست. و در پایان، جبهه مقاومت ملی افغانستان مدعی کشتن 2 جنگجوی طالبان در ولایت بادغیس شده است. جبهه مقاومت ملی با نشر خبرنامه نوشته است که نیروهایش ساعت 8:45 دقیقه پنجشنبه شب در بادغیس بر طالبان حمله کرده است. طبق ادعا 3 جنگجوی دیگر طالبان در نتیجه این رویداد زخمی شدند. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.